Sur le commerce, nous avons été en effet très explicites. در دو روز گذشته در بلغارستان نشست سران عضو اتحادیه اروپا جریان داشت و از آنجا که موضوع ایران مطرح این نشست و مهمتر کنفرانس مطبوعاتی آقای مکرون اشاره زیادی به ایران داشت برنامه امروز دکه چکیده از این سخنان است. آقای مکرون در ابتدا کل خطوط سیاسی فرانسه در صحن اتحادیه اروپا را برشمرد. Celui de la souveraineté de l'Union européenne. Notre discussion d'hier a suivi un travail intense en format E3 avec l'Allemagne et le Royaume-Uni. در مورد ایران او گفت در گفتگوی دیروزمان با آلمان و بریتانیا در پی نشست با وزرای خارجه اتحادیه به ریاست خانم موگرینی با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی همگی پذیرفته ایم که تفاهم امضا شده 2015 را حفظ کنیم. منافع و حقوق شرکت هایمان را باید حفظ کرد. به این ترتیب از یک سو میگوییم وفادار تعهدمان به امضای 2015 هستیم و سوی دیگر همان گونه که فرانسه در سپتامبر گذشته سال 2017 در سازمان ملل پیشنهاد کرد گفتگوها را در سطح فراتری نگاه کنیم، یعنی سرنوشت پرونده هسته‌ای بعد از سال 2025، یعنی برنامه‌های موشکی بالستیک جمهوری اسلامی و البته فعالیت‌هایش در منطقه به خصوص در عراق، در سوریه، در یمن و لبنان. این موضوعاتی است که در آینده به آن خواهیم پرداخت، همانگونه که در دو نوبت با آقای روحانی مطرح کردم. کمیسیون اتحادیه اروپا از جمله چند مورد را با سرعت و پیشنهاد مانند تفاهم 1996 یعنی رفع پاره‌ای از موانع و نیز کمک به شرکت‌هایی که در ایران فعالیت دارند را مد نظر قرار داد و همینطور کمک بانک‌های اروپایی به این شرکت‌ها. طبیعتاً ما هم تلاش‌هایی برای انجام آن برداشته‌ایم. این تلاش ها نه تنها به نفع ایرانی هاست بلکه نوعی استقلال مالی برای آنها و اتحادیه اروپا است. این چکیده مقدمه سخنان آقای مکرون بود، اما دیرتر در بخش پرسش و پاسخ سوالاتی هم در ارتباط با ایران مطرح شد، از جمله خانم بنمو خبرنگار خبرگزاری فرانسه که پرسید بسیاری از شرکت‌های فرانسوی حاضر در ایران مانند توتال میگویند اگر شرایط و تضمین‌های دلخواهشان با امریکا فراهم نباشد ایران را ترک خواهند کرد. از آن طرف تهران میگوید شرکت‌های چینی می‌توانند جانشین توتال بشوند. در این صورت فرانسه چگونه می‌تواند شرکت‌هایش را کمک کند تا در ایران بماند؟ تضادی در کار است. برجام توسط روسیه و چین می‌تواند به حیاتش ادامه بدهد و به این ترتیب اروپا از منافعش دور شده است. آقای مکرون در پاسخ گفت ابتدا باید بسیار در مورد موفقیت و شکست محتاطانه و با دقت سخن گفت. توجه داشته باشید فرانسه همواره از ابتدا مسئول رفتار کرد، یعنی گفت و تصمیم گیری کرد و انجام داد. برای من بدترین تصمیم این است که تصمیمی گرفته نشود. موفق بودن و یا نبودن وقتی تصمیم دیگران باشد قضاوت دیگری و قدیمی است. من گمان دارم بیشترین و جدیترین کاری را که انجام دادم تا بتوانم قانع کنم خروج از برجام کار اشتباهی است انجام گرفته است. به گمان من ارزش موفقیت دیپلماسی فرانسه این گونه ارزش گذاری نمی شود. کوتاه و جدی، من فکر می کنم نقش ما تضمین ثبات و صلح در این منطقه است. در نتیجه سود اولیه ما اقتصادی نیست، جانبداری از این و آن هم نیست. باید که به آرامش منطقه فکر کرد و ما به دلیل محدودیت وقت کامل این سخنان را در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک خواهید دید. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای؟ چه سفرها کرده